دیگه کفران نعمت کردی، خب ازتون میگیرم. کدوم پیامبری تونست 37 سال این امکانو داشته باشه جامعه امنی درست کنه، مردم تو مسجد بتونن نماز راحت بخونن، نماز جمعه چند صد هزار نفری برگزار کنن، تلاش کنن برای اقامه دین؟ کدوم پیامبری چنین فرصتی گیرش اومد؟ کدوم امام معصومی چنین فرصتی گیرش اومد؟ حالا میگه من به شما مردم ایران این توفیق رو دادم، دو تا عبد صالح خدا رو آوردم حاکمتون کردم. 950 سال قرآن میگه نوح تلاش کرد نتونست حکومت دینی را بندازه، خدا بهش گفت کشتی بساز، عذاب نازل کرد. روحی مقاومت رو از مردم بگیری، مردم رو اسیر نمیدونم سبد کالا و اسیر اینکه آقا ببینید بردیم فتح الفتوح کردیم، کلیدو انداختیم در مثلا روابط باز شد، فردا آمریکایی ها میان به درک آمریکایی بیه، ما آمریکا رو از در انداختیم ببینید در پنجره میگید واردش کن. او همچنان میره تو کنگرهش میشینه میگه ایران برای ما دشمنه. اینجا یک بار شما از مسئولین این مملکت نمیشنوید میگن که آمریکا دشمنه. 29 شهریور دکتر روحانی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست با عنوان زمان تعامل فرا رسیده است می نویسد دوران دشمنی خونین گذشته است. میرن خواب میبینن که امام گفته بود قرار شعار مرگ بر آمریکا رو برداریم. اون در اومد گفت آمریکا شیطان بزرگه، ام الفساد قرنه، تروریست به ذاته و استکبار جهانیه. اون میومد از شعار مرگ بر آمریکا دست برداره. چرا؟ وقتی نشستی توی اون بنزه، وقتی مدیریت مادام العمر داشتی، وقتی بچه تو سر این که به قول معروف هزار جور فسق و فجور کرده گرفتن، هزار جور فشار به دستگاه قضایی آوردی که چرا بچه منو مثلا دارید محاکمه میکنی، زنش فرزندانش همشون اومدن مصاحبه کردن که این بی‌عدالتیه، این نمیدونم چی بازیه، این فلانه، هر جور توهینی به قوانین این مملکت دلشون خواست روا داشتن. این سکوت ها بود که علی علیه السلام رو خونه نشین کرد. قوانین این مملکت برای دیگه خوبه، اگه پسران مسئولین این حکومت رو دست زدی بهشون، دستگاه قضایی مثلا خانم سرکار علیه میاد میگه دستگاه قضایی فلان از حکمی که صادر شده بمان است، مسئولین مملکتی که داشت 6 کیلومتر فاصله اقوامشون یه دونه شهید ندارن، وجیه بودن دیگه. طرف میاد میگه آقا جان علی چی میگه؟ تو 32 سالت علی، اون داماد بزرگی پیامبره عثمان، اون پدرزن پیامبره ابوبکر، اونا همه سنا بالا، تو چی میگی؟ مردم اینجوری بود که تشخیصشون غلط شده بود. تو داخل نمیدونم خط امام اینا هن، اینا با امام نرد عشق میباختن، اینا با امام دیزی دو نفره میخوردن، اینا نمیدونم به خانواده و بیت امام نزدیکن. بعد وقتی میره اون طرف قضیه، این نامه مایکل لدین که منتشر شده، که نامه آقایون رو منتشر کرده، موضع دوستان مثلا جناح اصلاح طلب چیه توی این مملکت؟ چرا هیچ کس یقه این جناح سیاسی به خصوص رو توی مملکت نمیگیره؟ مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا و از چهره‌های مشهور جمهوری‌خواهان در واکنش به ابراز مخالفت چاک شومر سناتور برجسته دموکرات با توافق هسته‌ای، بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را به فتنه سال 88 ارجاع داده. بر اساس یادداشت مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا که در سال 2012 هم به وجود چنین نامه‌ای اشاره کرده بود، وزارت خارجه آمریکا از سران فتنه خواسته بود به این سوال پاسخ دهند که چه کاری از دست دولت آمریکا برمی‌آید، و در مقابل فعالان فتنه هم درباره نحوه فشار و تحریم ایران مشاوره داده بودند. موضع این دولت چیه در قبال این قضیه؟ وزارت اطلاعات این دولت مشخص کنه کیا به عنوان سبز، به عنوان اصلاح طلب، به عنوان چه و چه رفتن چنین نامه‌ای زدن به دشمن این ملت؟ محدودش نکنه به 4 تا آدم سبز. سبز 99 درصدشون الان تو این دولت مدیرن. چند نفر از وزرای این دولت رو من برای شما بشمارم که اینا خودشون تو سفاد انتخاباتی اون بنده خدا بودن؟ کافیه اون فیلم من مدیر جلسه هستم و که خود شخص حضرت آقا نشسته بود، شما اون فیلمو ببینید، دیویدیش موجوده دست همه. ببینید از اعضای ستاد انتخابات اون طرف، یعنی همون سبزها، چند نفرشون الان وزیرن تو این دولت؟ نباید نگران بود؟ گفتن آقا اینا همراهان پیامبرن، اینا همراهان اون هستن، کوتاهی کردید این بر سر اسلام آمد. اونا نفوذیان تو این مملکت، اونها اینجا حسب ظاهر وجیهن، اما میرن به دشمن فشار میارن که تو بیا و زمین بزن این حکومت رو، به مردم ما فشار بیار تا ما مطامع سیاسیمون رو جلو ببریم. همون آمریکایی که در انداختینش بیرون، اینا میرن با اون نرد عشق میبازن علیه ملت خودشون. اینا خطرشون از سازمان منافقین کمتره؟ دفعه پیش تو صدر اسلام کوتاهی کردین، ائمه خونه نشین شدن. این دفعه نسبت به انحراف جریان اصلاح طلب که عمیقا لیبرالیسم رو میخواد توی این مملکت نهادینه کنه و پای آمریکا رو باز کنه، ما سکوت نخواهیم کرد.